با سلام و درود، تو این سری از ویدیوها میخوام زبان فرانسه رو از صفر تا صد با کتاب معروف و معتبر التقیگو بهتون یاد بدم، به طوری که بدون نیاز به هیچ کلاس زبانی بتونید به راحتی این زبان رو حرف بزنید. البته به یه شرط، اگر با دقت به درس ها و نکاتی که میگم گوش بدین و همه تمرین ها رو به موقع انجام بدین. خب برای اینکه بتونید خوندن نوشتن فرانسه رو یاد بگیرین، یه سری اصولی هست، یه سری قواعدی هست باید بهتون یاد بدم. متو نمیخوام همه رو یه دفعه بهتون یاد بدم که یه خورده گیج بشین. به خاطر همین شروع میکنم کلماتی که یاد گرفتین تا الان رو براتون توضیح میدم. مثلا کمان رو ببینین، چرا این کمان خونده میشه؟ کمان، من یه خورده اینم بزرگتر بکنم، چرا کمان خونده میشه؟ ببینید ام و N و ای و N که عملا او ان ته هستش، یا کنید او ان این صدای آ میده، آ متا آ، آی که تو دماغیه، یعنی نش میگن نزله، نزله یعنی تو دماغیه. اگر مثلا به اصطلاح قرآن خونده باشی، تو قرآن اون اخفایی که تو قرآن هست که میگیم ان کنتم مؤمنین، مثلا این دقیقا همون به اصطلاح حرف نه تو دماغی هستش که تو فرانسه هستش. پس میشه کن ما، به خاطر این صدای آ میده. ت معمولا آخر کلمه اصلا خونده نمیشه، به خاطر همین این میشه کما. ای و ام هم صدای آ میده. دیگه چی صدای آ میده؟ او ان، او ام هم صدای آ میده. اینا رو هم یادتون باشه، این چهارتا صدا اگه دیدین به تنهایی صدای آ میده. حالا اگه مثلا دو تا ان بود وقت فرق میکنه، وقتی که یه دونه ان هستش. اینو خود بهتون یاد میدم. یه کلمه دیگر ببینین که خیلی مهمه تو فرانسه زیاد هست، این حرف هم ببینین، تو میکنید تو، او ای او و ای با هم صدای او میده، او بخواد هم این میشه تو، این میشه موا، کوا سون یعنی ماهی. او ان هم صدای او و تو دماغیه، او ام هم صدای او تو دماغیه، یعنی هر دوشون انگار انه، اینجا باید ام هستش ولی مثل نه تلفظ میشه. خب پس این هم جزه به اصطلاح قواعدی که باید یاد بگیری. حالا چیزهای دیگه که اینجا میتونم بهتون بگم، وو، ببینید وو چرا به این صورت شده، این فایدهش چیه؟ او و او صدای او میده که راحت مثل او فارسیه، به تنهایی صدای او میده که انگار مثل او ترکیه، ولی او و او با هم صدای او میده. اس هم آخرش خونده نمیشه، پس میشه وو. خب تلفظ رو بس ببینید چی جوریه. من این رو حالا سعی میکنم به صورت مدون بذارم تو کانال که ببینید که قواعدش چی جوریه. من قواعد رو در کلی مینویسم براتون میذارم. اپله چی جوریه؟ اپله چرا اینجوری تلفظ شده؟ این ا که ا حتی در هستش، وقتی میتونه عادی باشه انگار صدای ا میده، ولی وقتی این اکسان روش بذاریم که میشه اکسان اگو، حالا بعدا من بیشتر این اکسان رو بهتون یاد میدم، اون وقتی میشه ا. این ا هم آخر کلمه وقتی که به صورت مستر هستش خونده نمیشه، فقط خود کشیده میشه اپله. خب همین، اینجا یه فایل صوتی داریم، میگه اکوته اکریوه لپرنو، گوش بدین و بنویسین پرنو. پرنو اسم کوچیک آدم، اسم نام، نام خانوادگی نیست. پرنو چرا پرنو شده؟ همونی بگو گفتن او و ام صدای او میده، اوی تو دماغی، اسم که آخرش خونده نمیشه و درنشی میشه پرنو. حالا این فایل صوتی رو با هم گوش بدیم و بعد ببینیم که چجوری میشه این اسما رو بنویسیم، یعنی اسپل میکنه شما میمیسینش. Un. Je m'appelle Nenad. Comment? Nenad. Ménad? Non, Nenad avec un N. N comme Noémie? Oui. N E N A D. 2. Je m'appelle Shin. Vous pouvez appeler S-C-H-I-N. 3. Je m'appelle Yamamoto. Comment ça s'écrit? Y-A-M-A-M-O-T-O.
M-O-T-O. خب گفته je m'appelle ننرد. Je m'appelle گفتم یعنی اسم من. اینه میخواد بگیم کما. و این وقتی چیز رو متوجه نشدین میتونیم بگیم کما. خورده مؤدبانه هست. ننرد. و ما میگه مند میگه نو. اینم او و ان که قبلا بهتون گفتم صدای او تو دماغی میده پس میشه نو. نو تو دماغیه یعنی نه. اوک یعنی با ا ان با ان. ان کم نوئمی میشه ان مثل نوئمی که وی ننرد. و دومی چی میگه؟ ژو مپل شین. اسم من شینه. و پووه اپله میپرسیم و پووه اپله یعنی میتونه اسپل کنیم S C H E N. بعدی je m'appelle Yamamoto. Comment ça s'écrit؟ با و پووه اپله هر دو بیه معنی یعنی این میگه چجوری نوشته میشه این میگه چجوری اسپلش میکنید. Y A M A M O T O. حالا این فایل صوتی رو یه بار دیگه میتونید با این متن با هم گوش بدین که بیشتر در دستتون بیاد. من فقط سعی میکنم تلفظا رو دوباره بهتون بگم که کامل دستتون بیاد که اینا چجوری دارن تلفظ میشن. خب همونجوری که گفتم این میشه نو. نو نو تو دماغی او و ان و او و ام صدا او میدن. در نتیجه میشه نو. بعدی چیه اینجا بهت گفتم وی. وی چیه؟ وی یعنی بله. وی پس یسه. اینم نو هستش. یس میشه وی. و چیز بعدی که اینجا بهتون گفتم میخوام یاد بدم این سی هستش که زیرش خط داره. ببینید حرف سی همیشه صدای که میده غیر از چه مواقعی؟ قبل ای یعنی در واقع او قبل ای و قبل ایکره که بیاد صدای سه میده. اینجا نگاه کنید سی و ا یه صدای قبل از ای و قبل از او ای و ایکرگ نیست و در نتیجه نمیتونه صدای سه بده. برای اینکه صدای سه بده ما میایم یه خطی زیرش میذاریم و اون وقت دیگه این میشه س. صدای سه میده. به این خطی که زیرش میذارم میگن سدی. خب پس سدیه که زیر این قرار میدیم و باعث میشه که به این صورت خونده میشه. مثلا اکسانه اینجاست یه درسن کلا میذارم برای اکسانه که بتون دقیقاً اکسانه رو یاد بدم. و یه چیز دیگه باز نکنیم پوورم بهتون بگم که چرا اینجوریه. پووه او و او همچون بهتون گفتم صدای او میده سر هم زدم چون آخر این کلمه از خونده نمیشه. خیلی از حرف ها از آخر کلمه مثل اس مثل ت مثل زد حتی یه وقتی اکس مثلا خونده نمیشه. اینا رو کم کم یاد میکنین. اولش خودی گیش کننده است بعد که کم کم برین وارد زبان فرانسه بشین این براتون عادی میشه. دیگه باید عادت بکنید به اینکه کل چیز بنویسین که اصلا خونده نمیشه. یه خورده عجیبه به نظرتون ولی کم کم این مسئله براتون حل میشه. خب یه تمرین دیگه میگه اوو و شما. وو و زبله کما. شما اسمتون چیه؟ اپله وترو نو. وترو پرنو. پرنو یعنی اسم کوچیکتون. وترو پرنو یعنی اسپل کنید اسم کوچیکتون یا وترو وازن یا وازین اکری. وترو وازن یعنی همسایتون بغل دستیتون. اکری هم یعنی میدویسه. خب این هم مثلا ما میتونیم اینجا بنویسیم برای خودمون. مثلا میخوایم اسمتون فرض بفرمایید که اسمتون مثلا اگه زهرا هستش اینجوری میبینید ز ا اش ا ق ا. خب که وازن یا وازینتون بنویسه. اینجا هم یه نکته بگم که میگه گفتم وازن چرا اینطوری نوشته میشه. گفتم او و ای صدای او میده ای و ان هم صدای ا میده پس میشه وازن. این برای وقتی که مذکره ولی اگه مؤنث باشه آخرش ای بشه اون وقت میشه وازین. یا کنید این به اصطلاح وازن یعنی به تنهایی ای میشه ا ولی وقتی آخرش یه او میذاری میشه این پس میشه وازین. یعنی بغل دستیتون اگه دختره اگه مؤنثه. خب تا اینجا کافیه. اگر دوست داشتین لایک بکنید، کامنت بذارید، به دوستاتون معرفی بکنید. اگر تا الان تو این کانال سابسکرایب نکردید، همین الان این کار رو انجام بدین. اون علامت زنگوله رو هم بزنید برای اینکه به محض اینکه ویدیوهای جدید آپلود کردم متوجه بشین و بیاین
مشاهده بکنید.